اگه دلت شکسته، غمگینی یا که خسته، چارشیه یه لبخند. اگه تنها نشستی، حوصله‌ات سر رفته، چارشیه یه لبخند. اخباتو تو هم کردی، گره تو ابرو کردی، چارشیه یه لبخند. قوری گل قرمزی با توپ زدی شکستی، چارشیه یه لبخند. مشقاتو تو نوشتی، کار نداری نشستی، چارشیه یه لبخند. پرستو پندار کجا؟ جمعه ساعت 4 میاد، تو خونه تنها هستی، منتظرش نشستی، چارش چیه؟ یه لبخند. تو برنامه یه لبخند، فقط و فقط یه لبخند. دنیامو رنگا رنگه، با لبخند شادی ازت میریزه، با لبخند هر بچه ای عزیزه، با لبخند مهربونی زیاده، با لبخند شادی داره میباره، با لبخند دوستای خوبی باشی، با لبخند راهی قصه هاشی، با لبخند کنار هم میمونی، با لبخند پرستو قصه میگه، با لبخند پندار نمک میریزه، با لبخند شکر خدا میکنیم، با لبخند همه رو دعا میکنیم. سلام، یه سلام میکنیم به شما، تک تک شما دوستای خوب ما که الان روز جمعه نشستید و برنامه لبخند نگاه میکنید. منم به شما سلام میکنم، بچه های گل تو خونه، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از برنامه لبخند. با شما هستیم با یک ساعت برنامه زنده و مستقیم. بله پندا جان، نمیخوای همین الان اول برنامه راه های ارتباطی رو به بچه ها بگید؟ بله چرا، میخوام. بگو. میخوام. بگم تلفن ها این زیره، میبینین ها، اینا این زیره، میبینی شماره تلفن ها اینجاست، شماره پیامک هم همونجاست، یعنی یه شماره هایی هست که مخصوص پیامکه، شما به اونا هم پیامک بدید، ما هم همینجا که فرستادید میخونیم. داغ داغ داغ. بعد دیگه فیسبوک داریم، میتونید برید فارسی تایپ کنید برنامه لبخند. وقتی که اینو تایپ کردید، دو نفر عکسشون میاد که اینجوریان، یکی لباسش قرمز، یکی لباسش آبی، یکیش منم، آره. یکیش پنداره. آره. اون سفر رو میتونید لایک میکنید. بعد دیگه لبخند @7parts.com هم میتونید ایمیل بزنید به ما. بله این میخوام یه تشکر کنم از دوستای عزیزی که تو طول هفته برای ما پیامک میفرستن، به ما زنگ میزنن. واقعا تشکر میکنیم، مرسی، و میخوایم بهتون بگیم که دوستتون داریم. اسمتون هم مینویسیم تو فیسبوک دیگه. بله حتما برید اونجا ببینید. راستی بچه ها میخوام یه چیزی بگم، من انقدر امروز خوشحالم. چرا؟ اصلا امروز یه روز خیلی مخصوص، امروز فرق میکنه با روزای دیگه. چرا؟ نه بخاطر اینکه جمعه است، تعطیله ها، اصلا امروز فرق میکنه. اگه گفتی چیه؟ تولدت، من یادم نبود، ببخشید. نه تولدم نیست، نه تولدم نیست. تولد منه؟ تولد منه؟ منم دعوتم؟ خودت نمیدونی تولدت کیه؟ چرا؟ امروز ولی ببین به تولد ربط داره. آره ربط داره. تولدشه. کی؟ تولد اون. کی؟ ببین تولد من که نیست. خب. تولد تو هم که نیست. دقیقاً. تولد اونه دیگه. ببین من، تو، او، ما، شما، ایشان، بالاخره تولد یکی این شش نفره. پدر جان، الان یعنی شما وایسادی اینجا داری برای من افعال صرف میکنی؟ من باور کن از صبح تا حالا هیچی صرف نکردم. مشتم هم هست اصلا، اینقدر هیچی نهارم. میدونی چیه؟ اصلا مثل خودم میگم، کاری نداره، خودم برای توضیح میدم. توضیح میخوای بده؟ من عاشق توضیح دادنم. من کمکت میکنم، ببین من خودم خورشید برات نگه میدارم. دست درد نکنه، دست درد نکنه. نه نه نه، خورشید بسر دارم، خورشید بسر دست دارم. من خودم میگم، اصلا بذارید من بگم. بچه ها امروز تولد ست سبن پارسه. آخش راحت شد، اصلا اینجور یه باری از خودم شد. ست سبن پارس، تلویزیونی متفاوت.
تولدت مبارک، تولدت مبارک، تولدت مبارک، ست سفن پاس، تولدت مبارک. تموم شد دیگه، بسته تموم شد. بله بچه های عزیز، امروز تولد ست سفن پاس شد. بله امروز ست سفن پاس شد. بله 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 بله. حالا چند سالشه؟ 12 سالشه. آفرین آفرین، چه بزرگ شده. بله، برنامه های قشنگی هم داره. یکی از برنامه هاش همین برنامه لبخنده که ما الان چند وقته که میایم با برنامه لبخند مهمون خونه های شما میشیم. راستی میخوام بهتون یه مژده بدم، یه برنامه دیگه هم تو راه داریم روزای سه شنبه، برنامه زنده برای شما دوستای خوب و عزیز. البته البته راجب برنامه سه شنبه ها ما خیلی براتون توضیح میدیم، یه سری به اصطلاح تطبیقا درست میکنن تو تلویزیون پخش میکنیم، واسهتون خود ما هم شخصا توضیح میدیم که چیه، چه قسمتایی داره، چه جور برنامه‌ایه، برای چه سنیه بیشتر، حتما حتما راجعش صحبت میکنیم. تو فیسبوک هم اینو میذاریم ببینید. بله و یادتون نره همونجوری که گفتیم سر 7 پارس 12 سالش، یعنی از سال 2002 شروع کرد به کارش و اینکه الان تبدیل شده به یه تلویزیون 24 ساعته و برنامه های داره برای تمام سنی تا سنهای متفاوت از جمله کودکان و نوجوانان عزیز. البته اینم بگم ها، اگه بخوام ببینیم یه سری برنامه های بوده از قبل، برنامه های اولیه ست سفه پاس که برای بچه ها بوده خیلی خیلی تغییر کرده. اصلا اگه موافق باشیم با هم بریم اون ویدیو ها رو ببینیم، برنامه های اولیه که برای برنامه کودک بوده، تا ببینیم تا الان چطوری گذشته، چقدر تغییر کرده. بریم ببینیم. مروری کوتاه بر تاریخچه برنامه های کودک و نوجوان ست سفه پارس. در ابتدا برنامه‌های کودک با کارتون‌ها و انیمیشن‌های آموزنده و رنگارنگ آغاز شد و بعد از اون سریال‌های تلویزیونی و برنامه‌های آموزشی همچون برنامه گل گندم و یا برنامه بسیار محبوب سلطان کشتی و سپس برنامه گردونه در سطح پارس به صورت روزانه تهیه و پخش شد و با توجه به حمایت‌ها و توجه کودکان فارسی زبان با اضافه شدن بخش‌های متنوع مجموعه جدید با نام باغچه گردونه شکل گرفت و سرانجام پس از سال‌ها تلاش و انتظار برای اولین بار برنامه زنده کودک و نوجوان با نام لبخند به صورت هفتگی از سطح پارس تهیه و پخش شد و همچنان این برنامه در حال پخش می‌باشد. از اینکه در 12 سال گذشته همواره ما را حمایت کردید سپاسگزاریم. گروه تولید و پخش برنامه کودک ست سفن پارس. بله، مروری کردیم به برنامه های کودک ست سفن پارس. قدیمی ها وقتی پرستو کوچک بود. بله پرستو کوچک بود. نه دیگه اینقدر یه ذره بزرگتر بود ولی خیلی باز کوچک بود. آره دیگه، آره میدونیم ما خیلی خوشحالیم، واقعا خوشحالیم که این برنامه رو برای شما درست میکنیم. انقدر دوستتون داریم، من نمیتونیم بگیم چقدر دوستتون داریم. خیلی زیاد، بسیار. امیدواریم که شما هم از برنامه ما خوشتون بیاد. همین که شما ما زنگ بزنید، نظرتون رو بگی، از ما انتقاد کنید، به ما پیشنهاد بدید، خیلی خوشحال میشیم. بله، امروز هم میتونید به ما زنگ بزنید. سوالای ما از شما اینه که شما چه برنامه هایی رو که از کودک برنامه ست سفن پارس پخش میشه کدوم برنامه کودکاش بیشتر دوست دارید؟ ببینم یه سادی، اصلا یادتون میاد اولین برنامه زنده ست سفن پارس برای کودکان چی بود؟ کی بود؟ یا کی بود؟ چه روزی پخش شد؟ اصلا کلا محدوده زمانیش هم بگیم، حالا تاریخ دقیق هم ندین اشکال نداره، با قبول میکنیم. تو یه روز ویژه، یه روز ویژه، آره ویژه برنامه بود. یا اینکه میتونید به ما بگید که مثلا بگید که اصلا دوست دارید چه برنامه هایی بیشتر در ست سفن پارس ببینید برای کودکان و نوجوانان. نظرتون رو بگید، دوست دارید برنامه هایی بیشتر براتون درست کنیم، حتما به ما زنگ بزنید و بگید. منتظر تلفناتون هستیم. ولی قبل از اون باید بگم که بچه شما میبینید که برنامه ست سفن پارس برای کودکان مثلا همین برنامه لبخند، ما دو نفر میام اینجا هر هفته با شما صحبت میکنیم که از این به بعدم قرار بشه هفته دو روز. بله. ولی خیلی خیلی ها دیگه هستن که زحمت میکشن تا ما بتونیم بهم یک ساعت برنامه مستقیم داشته باشیم با شما و با شما صحبت میکنیم، شما ما صحبت کنیم. خیلی ها زحمت میکشن. برای یه عده ای از اونا کسایی بودن که چیکار کردن مثلا این ست برای این برنامه لبخند کار کردن، میتونیم توی ویدیو چیکار کنیم اونا رو ببینیم. درسته؟ بله. و اما یه چیز دیگه ای که بگیم، ما امروز برای شما یه مسابقه خیلی جالبی در نظر گرفتیم چون تولد دیگه ما هم گفتیم
یک کیک تولد خیلی بزرگ می‌خوایم درست کنیم برای تولد. راجع مسابقه می‌خوای بگی؟ آره دیگه. آفره. از همین الان درباره مسابقه بگم که شما بدونید. کار ما اینه که با همکاری شما، شما دوستای عزیز به ما زنگ می‌زنید و با همکاری شما دوستای خوب و مهربون ما یک کیک خیلی تولد بزرگ و خوب می‌خوایم درست کنیم. دو مرحله داره مسابقه‌مون. یکی اینکه کیک رو درست کنیم. یکی اولی که با هم کیک رو درست می‌کنیم ببینیم چیا لازم داره برای درست کردن کیک. دوم اینکه کیک رو تزیین کنیم. یکی خوشگل، خوش رنگ، زیبا درست کنیم. به به. خب حالا اگه موافق باشی بریم چیکار کنیم؟ اون ویدیو هر که گفتیم ببینیم. مگه موافقم؟ موافقه. بریم یه ویدیو ببینیم راجع به اینکه مثلا همین برنامه لبخند چجوری درست کردن. این سه تاشو چجوری درست کردن؟ آره، چجوری درست کردن؟ بریم ببینیم. بریم ببینیم. برگشتیم یه بار دیگه، تولد ستمن پارس تبریک میگیم و از شما دوست عزیز میخواییم که با همین شماره هایی که پایین تصویرتون میبینید به ما زنگ بزنید، به ما پیامک بگید و به ما بگید که از کدوم برنامه های کودک و نوجوانی که از ستمن پارس پخش میشه اونا رو دوست دارید، اونا رو تماشا میکنید. یا خیلی هم خوبه به ما زنگ بزنید بگید که اصلا کی چه چند نفر هستن بچه‌ای که تولدشون با تولد ستمن پارس تو یه روزه. راست میگید، آهنگ تولد بخونیم امروز. بخونیم بله 100 درصد. یه دونه که زنده اجرا کردیم ولی یه دونه آخر برنامه حتما این آهنگ خوبه که برای تولد همیشه میخونیم و میخونیم. اما ما براتون امروز یه مژده داریم. ما امروز یه مهمونی داریم که از مهمونمون دعوت کردیم تو برنامه ما امروز صحبت کنه از طریق اسکایپ و ایشون مدیر ست سیون پارس هستن. شبکه ست سیون پارس. البته الان که باش سلام علیک بکنیم من حتما ازش اجازه باید بگیرم قبل از اینکه هر سوال دیگه رو بکنم. یه سوال دیگه میخوام بکنم چون اینجا برنامه کودکه، همه بچه‌ها هم که اینجا دارن نگاه میکنن کوچولوهای دوست داشتنی عزیز دل ما هستن، بعد مثلا به من میگن عمو پندار، به پرستو میگه خاله پرستو، ازش اجازه بگیریم که ما هم بهش بگیم عمو منصور. بله اگه در ارتباطمون برقرار شده ما با شما صحبت میکنیم. سلام. الو. سلام بچه‌ها. سلام بچه‌ها. بله. به 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 به. سلام سلام. خوبی بچه‌ها؟ خوبی؟ به به. چقدر با صدا خوب. مرسی که امروز اومدی تو برنامه لبخند و اینکه ما رو خوشحال کردیم. البته اینم بگم ما رو غافلگیر کردن، ما نمیدونستیم که بچه‌ها هم امروز میخوان مهمون برنامه‌مون بشن. خیلی خوشحالم کردین. ما خیلی خوشحالیم عمو پندار و خاله پرستو. خیلی خوشحالیم که از یه گوشه دیگه دنیا ما داریم با یه عده از بچهای خوب ایران میایم توی خونه های بقیه هموطنامون توی ایران، دوستای عزیزمون توی افغانستان و تاجیکستان و خیلی خوشحالیم که برای تولد ست سیون پارس، برای برنامه زیبای لبخند ما رو دعوت کردیم. ما امروز با یه گروه کوچولویی از بچه های مسیحی ایران اومدیم تا برای شما تولد مبارک بخونیم. به به، چی از این بهتر، کلی هم خوشحال میشیم از این قضیه. ما منتظریم. بفهم بچه‌های گل. خیلی خوب. یه سورپرایز خیلی خوبی بود. عالی بود. مرسی بچه‌ها، دستتون درد نکنه که برای ما غافلگیر کردید، اومدید تو برنامه‌مون شرکت کردید. خیلی خیلی خوشحالمون کردید واقعا. چقدر قشنگ میخونید. اسماتون چیه بچه‌ها؟ شما یکی یکی معرفی نمی‌کنید خودتون رو؟ بعد برید. امید. سلام امید. بوس برای امید. خوبی مرسی شما. خوبی عزیزم. تینا. تینا.
تینا، ماچ بر تینا، ملیکا عزیز. سلام ملیکا. ببخشید ایشون عسل. سلام عسل جون، خوبی؟ بازم عسل داریم اینجا. عسله. اونم عسله. اول نظر. عسل دارن. به چه شود؟ این خانم چیه؟ چیه؟ رونیکا. سلام رونیکا جون. مرسی بچه ها، آهنگتون خیلی قشنگه. چقدرم با هم دیگه. هم آهنگ خوندم، معلومه که تمرین کرده بودم. خب اما یه خانم هستن راستی. خب هستن، نمیبینیمشون. سلام. اسم شما چیه؟ غزل. به به به، چه جمع خوبی. عسل و غزل و همه چیزهای خوب و دوست داشتنی. دست بزنیم برای بچه‌ها. آفرین به شما. مرسی از اینکه تو این روز خوب پیش ما هستید. مرسی بچه‌ها. ما از عمو منصور چند تا سوال آماده کردیم، می‌خوایم بپرسیم. خدافظ عزیزای دلم. خدافظ بچه‌ها. مرسی. من قبل از هر چیز که بخوام ازتون سوال بکنیم، گفتم اینجا برنامه بچه هاست، میخواستیم از شما اجازه بگیریم که اجازه بدید ما شما رو عمو منصور صدا کنیم. اجازه میدین؟ بله خواهش آره. عمو منصور، اولین سوال من اینه که یکم بیشتر راجع به خودتون بگین، راجع به خودتون، خانوادتون، چند تا بچه دارید و از این دست اطلاع. خیلی از شماها میشناسید من رو، مخصوصا همکارای عزیزم. واقعا ممنونم برای فرصتی که به من دادید. من مشهدی هستم ولی در سنین نوجوانی فرصت داشتم در شهرهای مختلف ایران زندگی کردم، در علاوه بر مشهد برای تحصیل و کار زاهدان، تهران، اصفهان، بوشهر یه مدت زیادی و حتی شهر زیبای نکا در شمال زندگی کردم و کار کردم. همسرم ناهید رو در تهران ملاقات کردم، با هم ازدواج کردیم و خدا به ما دوتا فرزند خیلی خوب و شیرین داده. دخترمون ربکا که اسم ایرانیش هگاه هست و همینطور پسرمون مفیو که اسم ایرانی ایشون پویا هستش رو شما میشناسید. این از خانواده ای من. نمیدونم سوال دیگه هستش عمو پندار، خاله پرستو یا نه؟ بله. صدای منو میشنوید؟ ما صداتون داریم. بله شما میتونید سوال دیگه اگه داری بپرسید. بله سوالی که من میخواستم ازتون بپرسم اینه که شما اصلا برنامه های کودک و نوجوان سلسله پارس رو تماشا میکنید؟ الان دارم تماشا میکنم. چرا؟ نظرتون چیه؟ چرا؟ چرا برنامه کودک تماشا میکنید پرستو؟ من فقط تماشا میکنم فار پرستو بردم پندار، نه فقط نگاه میکنم، با جدیت دنبال میکنم. یکی از بهترین خدمتهایی که من و ناهید انجام دادیم انتشار کتاب مقدس کودکان هست با 256 تا داستان و تصویرهای زیبا. پس ما دل برای بچه ها نه فقط به خاطر خدمت صد سمن داریم. از سالها پیش، حدود 25 سال پیش که خانم من ناهید مدیر کمیته جوانان و معلم کانونشادی کلیسا بود، ما خیلی جدی با مسائل کودکان درگیر بودیم. زمانی که کشیش کلیسا بودم در امریکا، اون زمان هم با بچه‌ها همیشه کار کردیم. پس دل داریم، دوست داریم، مخصوصا بچه‌های شیرین رو که دور من دیدید توی این کنفرانس هستن و بچه‌های عزیزی رو که توی ایران هستن، خیلی دوست داریم. برنامه‌های لبخند رو من خیلی جدی دنبال می‌کنم. مرسی. مرسی که برنامه کودک هم نگاه میکنید، توجه میکنید به برنامه کودک، چون که اینا واقعا بچه ها که آینده ساز جامعه مسیحیت فارسی زبان هستن. حالا شما به عنوان مدیر شبکه 107 پارس میخوام بدونم چه برنامه هایی برای آینده برنامه کودک از این شبکه دارید؟ خب من فکر میکنم برنامه بیشتر یک کار گروهی هستش، همینطور که شما عزیزان و همینطور ما بقیه تیم در این خدمت دخیل هستیم. برنامه های زیادی رو داریم با هم فکر میکنیم، اما خبر خوش برای بیننده ها بود این هستش که یک سری کارتون های جدید هستش که داریم مذاکره میکنیم، امیدواریم داشته باشیم به زودی، و همینطور خدمتی که به تازگی تموم شده و آماده پخش خواهد شد به زودی، سری فصل دوم سریال یا برنامه های زیبای بیشه سبز هست که مطمئنم بیننده های ما دیدن. و از این مهمتر این که دو تا خبر خیلی خاص دارم. بله میشنویم، مشتاقیم. از اول مهر لبخند زیبا
دو برابر میشه. بله. شما دارید توی صورت بچه های ایران، افغانستان و تاجیکستان میارید، دو برابر خواهد شد. من مطمئنم که شما دو تا عزیز من حتما بیشتر در این مورد توضیح میدید ببیننده ها و این خبر خوش رو میدید. اما یه خبر خوش دیگه هم دارم. بفرمایید خوش خبر باشی. حتما. و اون اینه که سیستم جدید خدمتی در سات 7 پارس بیشتر مبتنی بر رابطه و ارتباط دو جانبه با بیننده ها استوار هستش. پس ما امیدواریم که در آینده بسیار نزدیک بتونیم از بیننده های شما بیشتر بشنویم، از طریق صفحه فیسبوک شما، از طریق خطهای تلفن ما که در اختیار بیننده ها قرار داره، راه های مختلف تماسی که دارن، بتونیم صدای بیننده ها رو بشنویم و بتونیم بیننده ها رو ما در شکل‌دهی برنامه‌مون جدی‌تر از گذشته همیشه بودن، اما می‌خوام جدی‌تر از گذشته دخیل بکنیم. می‌خوام یه ارتباط دو جانبه با بیننده هامون ایجاد کنیم. می‌خوام عمو پندار و خاله پرستو با تلفن با بیننده ها صحبت کنن. هر هفته که برنامه هاتون تموم میشه من می‌دونم شما عزیزان می‌خواید وقت اضافه‌ای به کوچولوهامون توی ایران، افغانستان، تاجیکستان بدید و باهاشون صحبت کنید. پس می‌خوام خبر خوب واسه بیننده ها اینه که شما از حالا یه مسئولیت بزرگتری نسبت به گذشته دارید و اونیه که میخوام دعوتتون کنید دست همکاری واسه تمام بچه هایی که این برنامه رو تماشا میکنن و پدر مادر را دراز و بگیم کمکتون بخواییم. مرسی. من مطمئنم بچه ها الان کلی خوشحال شدن. یه سوال آخر من میخواستم بگم، پیام شما برای بچه ها و بینندگان برنامه لبخند چیه؟ یه پیام کوتاه. پیام کوتاهی که کتاب مقدس بخونید. بچه ها کتاب مقدس بخونید. مرسی. چیزی جایی کتاب مقدس رو نمیگیره. کتاب مقدس بخونید. مرسی از شما. البته جایی نرید که نخورید. ما برای شما یه برنامه داریم. بل. ما امروز که تولد سات 7 پارسه با بچه‌ها می‌خوایم یه کیک درست کنیم. اول با بچه‌ها شروع می‌کنیم این کیک رو آماده می‌کنیم ببینیم چیا احتیاج داره. بعد که آماده شد می‌خوایم چیکارش کنیم؟ تزیینش کنیم با بچه‌ها. ولی آخرش که رسید یه دونه نشان و به اصطلاح لوگوی سات 7 پارس داره که اون آخریه رو الان اول از همه میخوام بگیم شما انتخاب کنی که کدوم رنگشو انتخاب میکنی که بره رو کیک سات 7 پارس. تا بچه ها هم کمک کنن و بعدن یکی که خوشگل خب پس اگه از شما موافقی من از شما خواهش میکنم اگه شما هم به زبان کامپیوتر واردین از کامپیوتر ما بخواید که اون تصویر رو به شما نشون بده. اوکی، صفر صفر یک 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 سه. آفرین، تشکر. خب، منتظریم که شما یک رنگ رو انتخاب کنید. من به رنگ سفید پیراهنم بهترین رنگی که میاد قرمز رو انتخاب کنم. به به، ببینیم که چجوری میشه. البته یک کم رنگ برنسه ولی خب قبوله دیگه. بریم ببینیم. قبوله. ببینید کیک هنوز سیاهه. به به، مبارکه. آر به سکه به پاسم گذاشیم رو کیکمون. خب، ما به شما قول میدیم اما منصور با کمک بچه ها این کیک رو به زیباترین نحو کامل کنیم و آماده کنیم که امروز ببینیم چه شکلی میشه. بله، مرسی اما منصور. مرسی اما منصور از اینکه وقتتون رو دادید. ساعت خوبی داشته باشین. از تک تک اون بچه هایی هم که اونجا بودن اومدن با ما صحبت کردن تشکر ویژه بکنید لطفا. خدافظ. خدا نگهدار. مرسی. بله، خب از الان دیگه شما میتونید به ما زنگ بزنید تو مسابقه شرکت کنید دیگه. ما یه بله. کیک داریم. کیک داریم. اولش میخوام تازه بپزیمش. کیک کیکن داره پختنش. آره دیگه ببینیم مثلا اول به ما بگید که این کیک با چی درست میشه؟ با ماست، با سیمان. ماست با سیمان. آره ماست داره تو کیک. نه داره تو کیک ماست نداره. چرا بعضی ماست کیک ها هست ماست داره. دوغ نداره ولی اصلا کیک با دوغ قاطی نکنید. دوغ با چیپس میشه خورد. کیک با نوشابه و چای. الان حال قاطی نکن. اینو بزن نگرد بچه‌ها خوشون زنگ میزنن کیکو درست میگم مطمئنم خیلی خوب. باش منتظر تلفناتون. باز منتظر تلفناتون هستیم. زنگ بزنید. نمیدونم اینجا بالاخره تخم مرغ داریم یه چیزایی هست اینجا همه رو قاطی کن ببینیم چی درست میکنیم دیگه. آره دیگه که آره. هممون برای سلامت باشیم ولی خب زنگ بزنید. بله حتما چرا نباشیم که زیاد روی کردن بده. میدونی البته کم بخور همیشه بخور. میگم میتونیم بریم قبلش یه دونه ببینیم آقای لقمانی بعد برگردیم و بریم تو برگردیم بریم آقای لقمانی برو شما برو برو از این ور به به سلام بچه های گلم عزیزای تو خونه خوبی بابا جان سلامتی دماغتون شاقه خب خدا رو شد به 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 به
بله چی داشتم میگفتم؟ آها داشتم میگفتم داشتم رد میشدم دیدم مثل اینکه اینجا شلوغ خبرهایی ظاهرن تولد شبکه ستیون پارسه همین تلویزیون که الان شما دارید تماشا میکنید بله بعد خواستم بگم که راجع به این برنامه هایی که پخش میکنه همش به اصطلاح تعلیم میدن چیزهای خوب خوب از کتاب مقدس یاد میدن میان این چیزهایی که خودشون بلدن و مثلا به شما یاد میدن خیلی آدم های بزرگ میان اونجا صحبت میکنن برنامه بچه ها درست میکنن برای شما بله بله چی داشتم میگفتم ها 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 این یک مصداق خیلی بارزی داره یعنی چی؟ یعنی یک مثال خیلی خوبی تو کتاب مقدس اومده که عیسی مسیح گفته که کسی که چراغ روشن میکنه اون نمیذاره زیر کاسه الان این تلویزیون ستیون پارس هم داره همین کار میکنه یعنی خودش یه چیز خوبی که گرفته اونم نور عیسی مسیح باشه اومده چیکار کرده اونه داره همه جا پخش میکنه همه ببینن همه مژده خوش نجات رو بشنون بله بله چی داشتم میگفتم ها ها این دارن این کارها رو انجام میدن منم خیلی خوشحالم منم بخوام برم در جشنشون شرکت بکنم ببینیم اونجا چه خبره دیگه فعلا اگه کاری ندارین شما رو به خدا میسپارم شما هم اگه چیزهای خوب بلدین چیزهای خیلی خوبی که به درد بقیه هم میخوره اونو زیر کاسه نذارید این چراغ و بذارید نورش همه جا پخش بشه همه ببینن آفرین بابا جا بچه های گلم چی داشتم میگفتم میخواستم بگم خدا نگهدارتون باشه مواجب خودتون باشید قربان شما خداحافظ خداحافظ بابا جا خدا خداحافظ بابا جا خداحافظ خداحافظ برگشتیم؟ بله برگشتیم چی داشتم میگفتم؟ چی داشتی میگفتی؟ تلفن داریم سلام سلام من قد شد تلفن اشکال نداریم دوباره زنگ دوباره زنگ سلام زهرا جونم 10 سالش از اصفهان اصفهان زنگ میزنه سلام زهرا خانم خوبه دارم خوبی؟ سلام حالت چطوره؟ عزیزم بله خوبی زهرا جون؟ بله خوبم بریم سری تو مسابقه یه سوال کوچولو از زهرا بپرسیم زهرا به من بگو ببینم تو کدوم قسمت از برنامه های کودک ستیون پارس بیشتر دوست داری؟ چی؟ برنامه های کودک ستیون پارس تماشا میکنی؟ آره بله کدوم قسمت چه دوست داری؟ یا کدوم برنامه رو دوست داری؟ آره دیگه کدوم برنامه؟ آره دیگه همون میشه برنامه لبخند ای جونم آفرین به تو آفرین به تو دو برابر تشویقش کنید بله دو برابر تشویق میکنید زهرا جونم بزن پاشم بیا پاشم پاشم زهرا جونم قرمونه درم ما میخوایم کیک درست کنیم خیلی هم دور شده اصلا موندیم نمیدونیم چیکار کنیم کامیه در این وسیله ها رو نشون بده مهمونامون داره شب میاد درست نمیشه تا برنامه کیکمون رو گازه آره آره قرمونه درم شما به ما بگو که ما کدوم یکی دو تا از این وسیله ها رو احتیاج درست از آهنگم قد شد وقتی که تلفن قد شد دیدی؟ چرا اینجوری شد؟ نمیدونم چرا نکنه پا... آها نه من پای من رو سیم نیست همیشه اینو میگی نمیدونم برای چی خواهد امروز فکر کنم اصلا یه مشکلی هست مونا جون بود از برام این 13 ساله که قد شد ببخشید مونا جون یه بار دیگه زنگ بزن آره بزن بس من سریع بگم این قسمت برنامه رو بریم تو مسابقه آره بریم تو مسابقه کامپیوتر 1-0 1-1-1 همون آره. دو تا از این وسیله ها رو احتیاج داری که بخوایم کیک درست کنیم باش حالا نمیدونم من اون آچاره پیشگوشتیه اون چکشه کفگیره مایتابه اون کاسه هست. یا اون همزن دستیه یا شاید اون رومیزی است نه اون رومیزی که حساب نیست اونا همه رومیزی هست نمیشه اون رومیزی کیک درست کرد خب اونه که درسته رو باید انتخاب کنید آره دیگه درسته رو خب الان زهرا اومد که انتخاب کنه دیگه یهو قطع شد اب نداره من فکر کنم این مشکلی تو خطامون هست وگرنه تا حالا کلی از بچه‌هاش زنگ زدن شرکت کرده بودن آره اشکال نداره اولی رو تو بگو اصلا من انتخاب میکنم برو. من فکر کنم برای درست کردن یک اولا که خب ما باید یه دونه کاسه داشت نه مثل که تلفن داری سلام پادمیرا جون سلام پادمیرا جون سلام خوبه؟ از تهران 7 سالشه خوبی عزیز دلم خوبی قربون دارم سری بریم تو مسابقه بریم تو مسابقه بلدی چجوریه یا برای توضیح بدم اسمشو میشه دقیقا به ما بگی پادمیرا درست گفتم یا پارمیدا بله
بله کدوم؟ اسمت چیه؟ خوشگلمه. بله درست. درسته. درست گفتی. درست گفتی. پادمیدا. پادمیدا یا پارمیدا؟ پادمیرا جونم قربون دلم دختر قند و عسل، ما چی احتیاج داریم واسه درست کردن کیکمون؟ شماره داره، شماره شو بده. کدوم شماره؟ شماره؟ بله شماره چهار؟ چهار بله ببینید، زود دست دادی، زود دست دادی، چقدر شد؟ شد نمیدونم، کامپیوتر جونم بریم شماره بله حالا کامپیوتر جان شما اینو نشون بده، صفر 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 یک برای بریم درسته یا نه؟ آهان کاسه فیلن رفت هوا، آره دیگه دلی چرخ بزنه فش فش زدن یعنی درست جواب داده، آفرین میشه دومی من انتخاب؟ نه نمیشه، بچه ها زنگ میزنن. سلام مونا جونم، سلام مونا، حالت خوبه؟ از ورامین زنگ مونا جون، خوشحال شدیم که زنگ زدیم. سری به ما بگو مونا جونم، قربونت برم، چه چیز دیگه یه چرا سری بگه؟ نمیخوام قطع شه تلفن. آره چند؟ شماره یک. شماره یک چی هست اصلا؟ اون شماره یک چیه؟ شماره یک چیه مونا جونم؟ چی هست؟ شاید بعضی ندونن اون چیه. همزن. همزن دستی. آفرین. بریم ببینیم، بریم ببینیم. چی بگم؟ یک یک سه برو ببینم کامپیوتر، یک یک سه ببینیم چی کار میکنه. برو همزنه رفت تو هوا، دوتا چرخ خورد. آفرین آفرین به تو، آفرین به تو. این از این بانا جونم یه سوال ازت بپرسیم، قربونت برم. مسابقه نرا، بمونه اینجا، ما همه کار داریم باش. مسابقه نرا. بانا جونم تو برنامه های کودک ساتن پارس رو نگاه میکنی؟ بله. کدوم یکی از برنامه ها کارتون ها رو بیشتر دوست داری؟ یا بذار من یه جور دیگه بپرسم، برنامه لبخند رو چقدر دوست داری؟ خیلی؟ من فقط برنامه لبخند رو نگاه میکنم و خوبم هست. به به مرسی عزیزم، مرسی که زنگ زدی، قربونت برم. باید خدافظی میکنیم، دوستای دیگه هم زنگ بزنن و کیک رو درست کنیم، کیک رو درست کنیم. چرا رفت مسابقه؟ من میخواستم مسابقه رو دوباره بگم، میخواستم اینا آچار بگیم چی میشه؟ ای بابا وایسا نمیشه، حالا که کاسه و همزن رو داریم بریم وسیله ها رو بریزیم توش. حالا بریم با چی باید کیک درست کنیم؟ حالا وسیله هاشو داریم، بریم ببینیم چه کار زیاد داریم. قربونت برم، کار زیاد داریم. بذار من یه دونه بگم، مثلا من الان میخوام برم کیک مرغ درست کنم، نمیشه؟ اخه مرغ نداریم اینجا. چرا؟ چرا یه دونه رون مرغ. سلام نیکی از کرج. خوبی نیکی؟ چهار و نیم سالش. اون نیمش که چهار سال نیمه. سلام خوشگلم. انرژی هم سلام کرد ولی تلفن قطع شد. فکر کنم به خاطر اینکه گفت سلام بلند گفت تلفن. نه نه تو خیلی هم خوب گفت، همیشه همینجوری محکم سلام گفت. این خطا خرابه. حالا آیا ما نون احتیاج داریم؟ بله. کالباس احتیاج داریم، شیر احتیاج داریم، تخم مرغ احتیاج داریم، مرغ احتیاج داریم. سرچ کنی کیک میگم ما. خب من یه بار بذار بگم تو بچه‌ها زنگ بزنن. ببینم مثلا کیک مرغ نداریم، ما کیک پنیر داریم. کیک مرغ نداریم. اصلا کیک مرغ. پنجو بزن ببینم کامپیوتر جان، ببینم کیک شماره پنجو بزنی چی میشه. کیک تولد کیک مرغ ندیدم ولی ببینم. چرا نمیشه؟ دیدی همینو میخواستی؟ برای من کامپیوتر، ما با هم دوست بودیم، برای من لولولول نکنه. کیک تولد کیکش مرغ نداره. چرا که؟ خیلی خوب اتفاقا. کیک تولد. آره یه لایه مرغ میذاری، یه لایه کیک میذاری. سلام. زهرا جونم، ده ساله از اصفهان. زهرا جونم این پاکتی که میبینی شیره. مرسی که زحمت توضیح دادی. خب بگو ببینم زهرا جون، ما میخوایم کیک درست کنیم، به ما بگو که چه وسایلی باید توی پخت کیک استفاده بشه. دو تا از اینا درسته. فقط این دو تا نیست، نمیدونم فقط چه دو تا رو گذاشتم. اونم که میبینی 6 تا سفید زده تو دکمه نیست، تخم مرغ. سه بریم، سه همون که من گفتم بگو، همون پاکت شیر. 1 0 0 1 بگو خودت بهش ببینم بلدی. ولی باید روش می‌نوشتم شیر. دیگه قابل شکله. آفرین به تو، برو ببینم. آفرین آفرین. بیا ببینم. آها رفت بالا پایین. الان این شیر رو که دیدی؟ آفرین درست جواب دادی. این شیر رو که همینجوری که بالا پایین کنن تبدیل میشه به چی؟ کره میشه. شیر آره دیگه میشه تکون میده کره میشه. مرسی زهرا جونم که زنگ زدی، دوست داری. مرسی تو کدوم برنامه رو دوست داری نگفتی زهرا؟ سلام جونم.
دوست دارم. ما هم شما رو خیلی دوست داریم. اینم ثابت کردیم. آره آره. ای جونم عمو هم تو رو خیلی دوست داره عزیز دلمی، دوستت دارم هزار تا. مرسی زهرا جو، خدافظ. مرسی زنگ زدی، مرسی زنگ زدی. خدا خب یه چیز دیگه هم احتیاج داریم برای درست کردن کیکمون. یه بچه زنگ زده پشت خط منتظر. آریان از قم زنگ زده. چند سالشه؟ 6 سالشه. آریان جونم سلام. آریان پسر گل. آریان سلام. آریان خجالت میکشی؟ حرف بزن. آریان 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 بیا بیا اشکال نداره خجالت نکش. چیکار درست کنیم؟ ما کمکت میکنیم. من کالباسا رو خرد میکنم. کالباس نه میخوام کیک تولد ساتسمن پارس رو درست کنیم. تزیین بیا کامپیوتر هم سر دل دل میزنه. ببینم آریان پشت خطی هنوز منتظری؟ سلام صدای ما رو میشنوی؟ میشنوی یه چیزی من شنیدم. بذم اصلا هیچی نمیگم تو آریان حرف بزن. الو نه آریان یه بار دیگه زنگ بزن. آریان زنگ بزن. من خیلی دوست داشتم باهات صحبت کنم. من میخوام بگم دیگه چی احتیاج داریم. آره چون من همیشه میگم من میگم یکی زنگ بزن. وا راست میگی. بذار من بگم غیر از شیر یه چیز دیگه که احتیاج داریم 6 تا تخم مرغ. کجا میدونی 6 تا تخم مرغ؟ به خاطر اینکه من میدونم این چی میخوایم بریزیم. تو 6 تا تخم مرغ احتیاج داریم. بحث نکن دیگه. کامپیوتر جونم 6 تا تخم مرغ استفاده کن. آرد سه پیمانه. آرد سه پیمانه. بریم ببینیم الان تخم مرغ رو نشکنن دی تو هوا. آفرین پرستو 6 تا تخم مرغه. بله ما الان کیکمون درست شد. کلا ما با شیر و تخم مرغ کیک درست کردیم. خب الان میریم محل بعدی. با شیر و تخم مرغ نیمرو درست میکنه املت میشه فقط. خب حالا نه دیگه کیک شد دیگه. بقیه آرد سه پیمانه. حالا خودمون ناراحت نشیم. شکر به میزان لازم. کیک درست شد. پودر قند. محله بعدی اینه که این کیک رو خوشگلش کنیم. یعنی این قسمت مهمه و قسمت زیباشه. قسمتی که من خیلی دوست دارم. آره تزئیناتشه. کیک رنگ بده. با شیرینی و شکلات و خامه و رنگ‌های متنوع و دیدنی و چشمگیر و چشم‌نواز. حالا میخوای نشون بدیم یکم بچا ببینن؟ عکسشو ببینه که چجوری نشون دادیم. یه بار دیگه وقتی همون منصور می‌خواد اون چیزا رو بذاره. یه بار دیگه نشون بدیم. اشکال نداره. 1-0 اینو کنسل کن. تلفن جواب بدیم کامپیوتر. سلام شیما جونم 12 ساله. سلام شیما. شیوا سلام. خوبی شیوا جون؟ خوبی؟ بله خوبم. شما برنامه های ساعت سوم پارس میبینی؟ برنامه کودکاشو کدوم قسمتش بیشتر مورد توجه شما قرار گرفته است؟ تلویزیون گوش نکن دیگه، با تلفن صحبت کن. مرسی از همکاری تو. من برنامه لبخند دوست دارم. بریم به تو شیوا. دوست داریم چه برنامه هایی بیشتر ساعت سوم پارس برای بچه ها درست کنه، برای نوجوان ها درست کنه، برای کودکان درست کنه؟ چه دست برنامه هایی منتظریم. همینجا دارم یه چیزی زیر صدا میرم که وقت میگذره. نیست داری با تلفن حرف میزنی؟ بله. دوست داری چه برنامه هایی رو از شبکه ساعت سوم پارس بیشتر ببینی؟ صدای تلویزیونت هم لطفاً کم کن. بعد طریق تلفن با ما صحبت کن. مرسی ممنون. خب بگو. آقا بریم تو مسابقه. بریم تو مسابقه. به ما بگو. بریم. آره این بریم. پایه کیک رو اول ما باید درست کنیم بشقاب بشه. به نظر تو کدوم رنگو انتخاب کنیم بذاریم رو اون پایه؟ میبینی رنگا رو دیگه خوده از پایین. قرمز و سبز. قرمز وسطیه. قرمز انتخاب کرده. قرمز. بریم بذاریم سر جاش. چه کیکیش. یه کد بگو به کامپیوتر. شماره شو بگو. زبونشو بلدی؟ بگو 0110. بگو 0110. بگو زبان کامپیوتر رو بگو. نه دیگه اون که اولیه. خودت بگو. باش. نه فقط شما میتونی اون اولش رو بگید. شرکت کننده بعدی میاد کیک رو انتخاب میکنه. فقط الان ما باید زبان کامپیوتر بهش بگیم که اینو که تو گفتی قرمز دیگه. نگفتی قرمز به زبان کامپیوتر میشه 0-1-1-1-0. خب شاید نمیدونست کنید. الان میگم دیگه دیدی رفت. الان یادیم. این زبونش رو حالت خودت سوال کنید. آفرین به تو. مرسی شیبا جون. مرسی که زنگ زدید. خدافظ. خدافظ. الان ما پایه رو داریم. کیک میخوایم بذاریم. الان پایه داریم. سر تاش رو داریم. خودش رو نداریم.
من دیدم نشانه چجوری مونده اون بالا. سلام سارا جون از آمل، خوبی؟ سارا جون، مرسی که به ما زنگ زدی. سارا جون شما کدوم کیکو انتخاب میکنی که رو پایه بذاری؟ قطع شد، قطع متاسفم سارا. یعنی منظور کدوم رنگ خامه است دیگه؟ نه کیک دیگه، خود کیک. خود کیک سیاهه که کیک نیکه الان. نه خودش که الان، نه الان سایه کیک، هم رنگش هم خود کیکه. الان سایه شده کیک بنفش، سایه کیک زرد و سایه کیک قهوه‌ای. البته باید نگاه کنید به پایه هم بالاخره بیاد رنگش دیگه. تزیین خوشگل بود بکنیم. اینجوری انتخاب کنیم که مثلا بیام بگیم یه رنگی، این باید از نظر زیبایی شناختی باید بهش توجه کنیم. بله، تا شما زنگ بزنید بخواید و ادامه مسابقه رو بریم، بریم یه ویدیو کوچیک ببینیم که این ویدیو صدای خود شماست. همون بچه‌هایی که به ما زنگ میزنن، پیغام میذارن تو روزایی که ما جوابشون رو نمیدیم، مثلا زنگ میزنن که تکرار داره پخش میشه، پیغام میذارن. اسم این ویدیو هم هست صدای شما. بریم صدای شما رو برگردیم. سلام، میشه یه آواز واسه ما همین حالا بخونید؟ ازت خواهش میکنم. خیلی زود من برنامه شما رو تماشا میکنم. شما دکتر خیلی دوست دارم، میخوام همین حالا یه آواز واسه همون بخونید که خیلی هم زود باشه و اول درباره حیوانات نباشه. شما رو خیلی دوست دارم، خدا نگهدار. برنامه شما هم تماشا میکنم، خیلی دوستتون دارم. ببخشید، من مثلا امرایی هستم، 11 ساله، از خودم رو زنگ میزنم. دوست دارم برنامه رو خیلی دوست دارم. برنامه شادی هست و خیلی آهنگه خوبی دارید پخش میکنید. من خیلی دوست دارم از برنامه شما، خیلی دوستتون دارم. میخوام ازتون که بگم برنامه های برنامه خوبی پخش کنید. خیلی برنامه‌تون قشنگه، منم برنامه‌تون خیلی خوشم میاد. ما باید برای حیوانا رو خونه محل زندگیشون رو خراب نکنیم، شکارشون نکنیم، تا برای اینکه ما دوستشون داریم. خیلی خوبه این. سوا جوادیان هستم، 11 ساله، از مشهد. خدا و تشویق کنیم این دوستای بالا. مرسی از شما عزیزای مهربون با این صدای قشنگتون که برای ما پیام گذاشتید. البته اینم بگم پیغامو خیلی زیاد بود، ببخشید که نمیتونیم همه رو پخش بکنیم. پس هر وقت که به ما زنگ میزنید نمیتونید با ما صحبت کنید و این صدای پیام میاد که پیامتون رو بذارید، حتما برای ما پیام بذارید و ما قول میدیم که تو برنامه پخش کنیم و صداتون رو شما بتونید خودتون بشنوید، بچهای دیگه هم بشنون. سلام. الان زهرا جونم یا زهرا داریم میخونم براتون حتما. خوبی زهرا جونم؟ سلام زهرا خانم، خوبی؟ سلام زهرا جون، صدای ما رو داری؟ الو. سلام، حال شما چطوره؟ خوبی؟ مستقیم اومدی تو مسابقه‌مون. بله زهرا جون، مستقیم. شما باید یه کیک انتخاب کنی برای ما. آره بگو که کدوم رنگش انتخاب بکنی. سلام گلم، عزیزم. صدای تلویزیون رو اگه کم کنی خوب با ما صحبت میکنی. خوب بود برم. بله بله، کیک فکر کنم این دوست عزیزمون صدای تلویزیونش زیاده. آره. اگه کم کنه با تلفن صحبت کنه همه چی درست میشه. کیک زرده، کیک زرد انتخاب کردی. این میدونست خودش دیگه. کامپیوتر جونم، به بلدی با زبون کامپیوتر صحبت کنی؟ بهش بگی خودت که شماره زرد رو بذاره. بلدی؟ میتونی بهش بگی؟ خب بگو خودت دیگه. صفر یک یک صفر. بله چقدر خوشگل شد. آره قرمز زرد خیلی قشنگ. آفرین به تو عزیزم. مرسی عزیزم. شما برنامه های ما رو تماشا میکنید؟ برنامه های کودک ست سبن پارسو. آره عزیزم، مرسی که زنگ زدی. مرسی بچه ها، عزیزای دلم،
من از شما یه خواهش کوچولو دارم. وقتی زنگ میزنین با تلفن لطفاً صحبت کنین. وقتی با تلویزیون حرف میزنین منتظرین که صداتون بشنوین، یه عالمه بچهای دیگه پشت خط میمونن. این همه بچه‌ها الان اینجا پیامک زدن. من میخوام بخونم، وقت نمیشه. پس شما لطف کنین با تلفن صحبت کنین. خب؟ مرسی. بریم دوست عزیز بعدی. اگه پشت خط پس یه دونه دیگه. این نمیشه، وقت نمیشه. سلام. سلام. مریم جونم. سلام مریم جونم. خوبی؟ خوبه. سلام مریم. شما اون چیه؟ اون خامه است. خامه رنگی نایده بودم. کدوم یکی از این خامه های رنگی رو انتخاب میکنی که نارنجی صورتیه با سبزه؟ واسه این کیک زرد. یکی این خامه ها رو شما انتخاب کن، ما بمالیم رو کیکمون. سلام. بعد شوره کنیم بیاد پایین، بعد با انگشت جمع کنیم بزنیم بخوریم. چیه به بچه‌ها یاد میدی؟ خوبه دیگه. پس با قاشق بخوریم. با قاشق بخوریم. ولی خوردنی دیگه بلا خراب میشه. آه راست، بعد از اینکه تولد خوندیم رفت. بگو بگو یکی رو انتخاب کن. کدوم رنگ رو انتخاب میکنی؟ نارنجی، صورتی، سبز؟ ما منتظریم اینا. سبز انتخاب کرد. سبز انتخاب کرد. بگو ببینم، به خودت با کامپیوتر صحبت کن، بهش بگو سبز رو بذاره. ببینم بلدی؟ بلدی کدشو؟ زبون کامپیوتر بلدی؟ من به یاد میدم، اصلا اشکال نداره. یه بار انداز کنیم بگیم. آه یک صف صف یک یک. انا یاد گرفتی عزیزم. آه درسته، کاملا درسته. بریم ببینیم که چی شده. خیلی خوشگل جون چکر بود. آفرین. مرسی عزیزم، دوست داری. خدافظ. شمش مونده، شمش مونده. یه دوست عزیز دیگه زنگ بزنه، شم بزنیم رو کیک. بذار تا زنگ نزدن من یه دونه چیز بخونم. یه پرمک بخونم. بله 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 بله. بیا. این نوشته برای کیک همزن باید بذاریم. امین از اهواز. آره. امین جونم آفرین. 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 از برنامه خوبتون تشکر میکنم. محمد آریان خلجی از شهر غوت. مرسی محمد جونم. مرسی. تشویق کنید بابا. بله آره، یعنی چی؟ بزن دست بابا. حالا قبل از اینکه بچه‌ها زنگ بزنن، به نظر تو اگه تو بودی کدوم رنگو انتخاب می‌کردی برای شمع؟ الان شمع رو ببینیم. آها اینا چه رنگی می‌ذاری؟ بیا نگو بچه‌ها بگن. سلام نیکی جون 4 ساله نیمه. سلام نیکی. دوباره زنگ بزنه. سلام. آره قبلا زنگ زدی و قطع شده بود. چقدر کار خوبی کردی زنگ زدی. چقدر کار خوبی میکنی با تلفن حرف میزنی. الو. سلام میگی. صدای سلام میگی. سلام. الو. سلام. سلام. بودو بریم این شمع رو انتخاب کنیم. سلام عزیز دلم، یه رنگی از این شمع انتخاب کن. آره سبز داریم. چه رنگی داریم؟ سبز داریم، سرمه‌ای داریم، نه آبیه بابا، سرمه‌ای نی و بنفشه. سرمه‌ای یا بنفش؟ قرمز. منم رنگا رو دیگه می‌بینم. می‌بینی؟ قرمز آبی سبز. قرمز آبی و سبز. شمع رو انتخاب کن بذاریم رو کیکمون. آماده شه دیگه، قاچ قاچ کنیم بره. چی؟ سلام عزیزم، صدای تلویزیون تو کم کن. آره خیلی وقت ما سلام علیک کردیم با هم، الان منتظر شمعی ما لنگ شمعیم فقط. سلام قرمونه داریم. سلام رنگ شمع رو بگو. دوباره هم زنگ زدی، بگو دیگه این رنگ رو یکی انتخاب کن. قرمز و آبی و سبز. البته اینا میگن، من میگم سرمه‌ایه. من میگم آبی پررنگه. آبی پررنگ با سرمه‌ای فرق میکنه؟ خیلی فرق میکنه. سرمه‌ای تیره تره. متاسفم نیکی جون، نترسی. من میشه شمع رو انتخاب کنه. خیلی دیگه وقت نداریم، یعنی زیاد بشه شمع رو خودمون خود انتخاب کنیم. اگه دوست دیگه این نیست، اگه هست واقعا یه تلفن داریم. اینم بگو. سلام مهدی 9 سال از مشهد. سلام عزیزم خوبی؟ بله مهدی جون. مهدی جان خوبی؟ سلام. الو. سلام مهدی، صدا ما رو میشنوی؟ مهدی آره، تو الان تو مسابقه هم شرکت کردی، همونطور که میبینیم ما منتظریم که یه شم بزنیم روی کیکمون تموم شه بره. بگو سبز و آبی و قرمز. یعنی خوشگلی این کیک به شما بسته میدارم. آره آره آره. گفت شم قرمز، زبونش هم هست صفر و یک و یک و سه. ستایی با هم بگی. چیو؟ ستایی زبون کامپیوتر با هم دیگه بگیم. یک دو سه. یک صفر. این الان قاطی میکنه کامپیوتر رو هنگ میکنه، بعد باید بری ویندوزش رو عوض کنی. یک صفر صفر. بریم.
رو بذار روش، قرمز انتخاب. به 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 کیکمون خیلی خوشگل شد، فقط یه ذره شبیه هات داگ شده بیشتر، زرد و سبز و مثلا روش خیلی خوشگله. آره نگهش دارم. مرسی من نمیدونم، مرسی دست درخت زنگ زدی. این کیک قشنگم تقدیمش میکنیم به همه شما بچهای گل عزیز که به ما کمک کردید. این کیک رنگی خوشگل و ساخته کل رنگ هم توش هست، خیلی قشنگه. بریم با هم دیگه تو این قسمت برنامه، چون وقت زیادی هم نداریم، آیه این هفته رو با هم دیگه تماشا کنیم. بریم ببینیم آیه این هفته رو ببینیم الان میبینیم. بله منتظریم. آه 0110. من از کامپیوترم خواهش میکنم که این آیه رو نشون بده. یه بار دیگه بگم، کامپیوتر میگه دوباره بگو. 1001. با سپاس فراوان کامپیوتر عزیز. بله. در اجتماع بزرگ قوم تو را بشارت دادم که تو ما را نجات دهی. ای خداوند، تو میدانی که من این خبر خوش را برای خود نگه نداشتم و در دادن این مژده کوتاهی نکردم. آری، در اجتماع بزرگ قوم تو پیوسته از رحمت و راستی تو سخن گفتم. مزمور 40 قشنگ. اگه بچه ها دوستان با ویرگول هم آشنایی داشته باشن خیلی قشنگ میشه. مرسی. به به، تشکر میکنم. این آیه رو البته میذاریم تو فیسبوکمون، هم میذاریم حتما اونجا هم میبینیم. اونجا اسماتون هم تو فیسبوکمون میذاریم، پیارتون نره یا در مورد آیه توضیح بدیم. بله، این آیه رو برای چی انتخاب کردیم؟ حالا دقیقاً همون کاری که شبکه ساعت 7 پارت داره میکنه، یعنی که میره همه جا پیغام مژده نجات رو پخش میکنه و همه میگه تا همه بشنون که از این نعمتی که نصیب همه ایماندارا شده اونم برخوردار بشن. اینکه چقدر عیسی مسیح همه ما رو دوست داره. فرقی نداره که کوچیک باشیم، دختر باشیم، پسر باشیم، هر جور که باشیم، اون ما رو خیلی دوست داره و دوست داره که ما با اون دوست بشیم. و چرا که نه، بی باش دوست بشیم، باش حرف بزنیم، ما خیلی هم خوبه، همیشه خوشحال و شادی. بله. حالا بریم یه آهنگ تولد بخونیم واسه 107 بارز و همه بچه‌هایی که تولدشون امروز. بله، همونی هم که پیغام گذاشته بود تو صدای شما، گفت آهنگ برام بخونین، اینم مال تو. مال شما آره. قربونت برم. عزیز دل مبارک، لبخند باشه به لبه همیشه ای عزیزم. آی پسر کوچولو، آی دختر خنده رو، روزت خجسته باشه، شادی و خنده باشه. آی پسر کوچولو، آی دختر خنده رو، روزت خجسته باشه، شادی و خنده باشه، شادی و خنده باشه. زبون توی روز تولد تو با هم یاد میگیریم هممون. عزیزا عشق و راستی، چقدر خوبه براستی، دنیای پر محبت باشه تو صمیمیت. عزیزا عشق و راستی، چقدر خوبه براستی، دنیای پر محبت باشه تو صمیمیت، باشه تو صمیمیت. مبارک. یه تولد مبارک هم میگیم به همه شماهایی که امروز
روز امروز تولدتونه، شاید هم دیروز بوده، شاید هم فردا تولدتون بونه و نتونستید به ما زنگ بزنید. خیلی دوستتون داریم و خیلی خوشحالیم که تونستیم تو این روز قشنگ برنامه داشته باشیم، پیش شما باشیم و شما پیش ما باشید. مرسی از همه اونایی که زنگ زدید و صحبت کردید، به ما کمک کردین که برنامه‌های آیندهمون بهتر بشه، گفتین که چیکار کنیم چیکار نکنیم. خیلی ها ایمیل میزنن، پیامک میدن و نظرات و انتقادات و پیشنهاداتشون رو به ما میگن که این کمک میکنه به بهتر شدن برنامه ما. تو برنامه‌های دیگه حتما بیشتر درباره برنامه جدیدی که خواهیم داشت باهاتون صحبت میکنیم و بهتون دقیقاً میگیم که چه روزاییه، چه ساعتیه و برای چه گروه سنی هست. و خدا رو هم شکر میکنیم به خاطر این امکاناتی که داریم، به خاطر این شبکه 77 پارس که میتونیم بیایم خونه های شما مهمون بشیم و درباره کتاب مقدس و زندگی عیسی مسیح با شما صحبت بکنیم. و به خاطر این تولد شبکه 77 پارس که امروز هست، میخوایم خدا رو شکر بکنیم. بله. موافقی با هم بریم یه آهنگ دعا بخونیم، شکرگزاری کنیم؟ چرا که نه؟ آره بریم. شما باشیم هر هفته و برنامه‌های قشنگ داشته باشیم. اینم یادتون نره مثل هفته گذشته یک نیم ساعت بعد از برنامه که تموم شد ما تو استودیو هستیم، جواب تلفن‌های شما رو میدیم. من عمو پندار و خاله پرستو با شما صحبت می‌کنیم. همین الان که ما گفتیم خدافظ، سریع ما میریم بالا تلفن شما رو جواب میدیم. پس ما زنگ بزنیم، فقط 30 دقیقه میتونیم با شما صحبت کنیم. بله. و با هم دیگه گل بگیم، گل بشنویم و یادتون نره تکرار برنامه هم فردا ساعت 8 صبح نگاه کنید. یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر و سه شنبه ساعت 5 و نیم بعد از ظهر تماشا کنید. خیلی دوستتون داریم واقعا، که خوشحالیم که تونستیم امروز پیشتون باشیم و اینکه میتونیم روزهای دیگه بیایم پیشتون با برنامه لبخند، با هم دیگه چیزای قشنگی بگیم و در مورد عیسی مسیح زندگیش و خیلی چیزای دیگه یاد بگیم. بذار تشکر کنم از پدر مادرای عزیزتون. بله. که به شما کمک کردن به ما زنگ بزنید با برنامه خودتون صحبت کنی. یه تشکر ویژه بکنم باز از اون بچه‌هایی که اونجا واسمون اومدن تولد مبارک خوندن. بله. آفرین به شما همه بچه‌های خوب. ممنونیم همینطور عمو منصور عزیز، از شما عزیزایی که برای ما پیام گذاشتید، صداتون رو پیغام گذاشتید. یادتون نره ویدیو برای ما بفرستید، نقاشی برای ما بفرستید، صداهاتون رو برای ما پیام بذارید، پیامکاتون رو بفرستید. به فیسبوک ما برید، برنامه لبخند به فارسی بنویسید و یا لبخند شو به انگلیسی و برنامه ما ایمیلمون هم که میدونید lapkhand@sat7pars.com. وبسایتمون هم میتونید برید satsevenpars.com. آره اونجا میتونید برنامه‌های گذشته رو که ندیدید دست دادید و اونجا میتونید پیدا کنید. خیلی دوستتون داریم، امیدواریم همیشه خوشحال، شاد، خندان باشید تا جمعه دیگه که بخوایم بیاید پیش شما. شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپاریم. خداحافظتون بچه‌ها.